در این جنگل که دنیا هست، نامش به جای نان بشر خون است شامش، عدالت سربریده سرنگون است، زمین از خون آدم بهر خون است، جهان در بند جهل خود اسیر است، صدای ساز و آواز آهنگ و تیر است. شهبود امیری هستم در تلویزیون مهر ایران، برنامه از سلسله برنامه آغازی نور روز سه‌شنبه، یا شب ما سه‌شنبه، شب 5 دسامبر 2023 برابر با 14 آذر 1402 در خدمت شما هموطنان عزیز فارسی زبان، ایرانیان نازنین در هر کجای کره خاکی که هستید. سه‌شنبه دیگری است در خدمت استاد عزیز جناب آقای هوشنگ امیر احمدی نازنین هستم که قبول زحمت میکنن و هر سه‌شنبه ما در خدمتشون هستیم، و امروز هم طبق قولی که به شما عزیزان دادیم برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. البته این برنامه باید یه برنامه کاملا متفاوتی با برنامه قبل باشه. چرا؟ من از اتاق فرمان دوستان خواهش میکنم اگر ممکن هست اون فیلم کوتاه رو پخش بکنن تا البته به من توضیح بگن که تموم میشه که بعد من عرایزم رو خدمت دوستان عرض کنم. بفرمایید. Iran will never return to the dictatorship of the Shah. The remnants of the past monarchy have failed to gain any traction during the uprising over the past year. What Iran needs is something that looks and feels like the people in this room. People who simply want freedom for all. A governance model that is reflective of the people's will. We don't need dictatorships. We need freedom. جناب پروفسور امیر احمدی عزیز، حتما شما تصویر رو دیدید، سخنرانی آقای پومپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا بود که در جمعی از مجاهدین، یا بهتر بگم سازمان آزادی بخش، به قول خودشون رئیس جمهور منتخبشون هم اونجا بود، و جالب اینجاست که رئیس جمهور منتخب در بغل کسی میسته، برای کسی دست میزنه که بجز دشمنی با ایران و ایرانی کاری صورت نداده. و قابل توجه این مسئله اینجاست که باید هم بدانم این مسئله بسیار بسیار دقت بکنن. چرا؟ حالا من اینو خدمت پروفسور امیرحمیدی عزیز میگم و مایل هستم که نظر ایشون رو 100% در این مورد بدونم. قابل توجه اون عده از سلطنت طلب ها، مشروط خواها، سامانه پادشاهی هستن که دنبال ترامپ و ترامپیس هستن. این آقا جمهوری خواه و فقط دنبال جنگ رفته، در اونجا صحبت کرده و میگه رژیم پادشاهی به ایران باز نخواهد گشت، حتی برای آینده ما هم تصمیم گرفته مجاهدین جای ما خواهند رفت. جناب پروفسور امیرحمدی، این مسئله بسیار جالب بود و من خواستم که نظر شما رو در این مورد بدونم. چرا که شما یکی از اون افرادی هستید که با این گونه افراد سیاست‌مدار امریکا زیاد در تماس بودید، مخصوصا از زمان خانم اوبرای به این طرف. حتما با این آقای پومپئو هم بسیار خوب آشنا هستید. خب ایشون از CIA، از ارتش، همه چی اطلاعات کافی داره. میخواستم نظر شما رو در مورد صحبت های ایشون بدونم و بعد نظر شما رو در رابطه با این دوستان پادشاهی خواه بدونم که اینقدر دنبال اینها میدونن. میخوام اینا بدونم به نظر شما رو بدونم. بله، عرض کنم که خدمتتون، دفعه قبل نمیدونم پیش شما بود یه جای دیگه عرض کردم که پهلویچی های امروز مجاهدین دیروزند. ببین، متاسفانه این دوتا نیرو به اصطلاح کپیه یکدیگرند، یعنی هر دوی اینا جز نیروهای فاجعه آمیز و فاجعه آور برای کشور بودند. یعنی اصلا سیاست بعد از این انقلاب 57 رو اگر
20% جمهوری اسلامی به هم ریخت، مطمئن باشید که 80% رو مجاهدین و سلطنت طلب ها به هم ریختن. و با از به هم ریختگی هم منظورم کثافت زدن به این سیاست، به این فرهنگ سیاسیه، به این وضعیتیه که سیاست رو در ایران به اینجا آورده. سیاستی که شارلاتان دروغ میگه، وابسته است، مزدور، از اجنبی پول میگیره برای اینکه منافع خیلی خصوصی و گروهی و به اصطلاح کلتی و اینای خودشون رو به پیش ببرند. دست به هر کاری که فکر بکنه آدم میزنن، یعنی هیچ حد و مرزی رو اینا برای کشور، برای مردم، برای فرهنگ ما، برای سیاست ما، برای تاریخ ما، برای هویت ما قائل نیستن. هر چیزی رو که شما فکرش رو بکنید رو میتونن به لجن بکشن، صرفا به خاطر اینکه مزدوری کنن. این واقعیته. یعنی هیچ فرقی از دید من امروز دیگه مخصوصا بین مجاهد و سلطنت طلب از نوع پهلوی وجود نداره. آقای رضا پهلوی و گروهش اینه، بس در مسعود رجوی و مریم و بقیهش تقریبا عملا یکی هست، صادقانه همینه. حالا هر دوی اینا دو گروه پیدا میکنن، هر دو هم ضد ایران و وطن، هر دو هم چی بگم، نه فقط ضد حکومت اسلامی ها، ضد ایران هن، ضد ایرانی هن. سلطنت طلب ها میرن دنبال نتانیاهو، مجاهدین میرن دنبال پامپیو. نتانیاهو و پامپیو عملا در یک جا هستن، هر دو میخوان سر به تن این کشور نباشی. مجاهد و سلطنت طلب پهلوی چی هم در یک جا هستن، میخوان سر به تن این کشور و مردم نباشه، فقط برای اینکه به هر قیمتی خودشون بیان سر قدرت. و اما سر قدرت اومدن چه کار بکنن؟ کشور فروشی کنن، مردم فروشی کنن، دزدی و دغلی کنن، شارلاتانیزم رو عمده کنن. یعنی از این دیگه بدتر نمیشه. آقای پامپیو رو من میشناسم، حالا سوای این که دونم توی سیایه بوده و وزیر بوده و طرفدار ترامپ و از این حرف هاست، یا آدم جنگ طلبیه، یا آدم غیر انسانی، یا آدمیه که صداقت نداره، برای پول هر کاری رو میکنه. شما فکر نکنید آقای پامپیو عاشق چشم و ابروی مریم خانومه. آقای پامپیو اونجا رفته برای پول، یه پولی بهش میدن، یه حرفی میزنه بر میگرده. خودش هم میدونه که اون حرفی رو که میزنه یک شاهی نمیارزه، ولی اون پولی رو که میگیره حداقل 50,000 دلار میارزه دیگه، چرا که نه. رضا پهلوی هم همینطور میره توی قهوه خونه در تلوی با نتانیاهو میشینه، بعد که چه کار کنه؟ که نتانیاهو رو وادار کنه به جنگ با ایران، که چی در بیاد؟ که خودشو برگردونه به کشور. بعد حالا همون نتانیاهو الان در تمام دنیا تقریبا غیر از در کاخها منفوره، تو خیابونها. خب نگاه کنید ببینیشون چیه. و بهتون قول میدم اگر جنگ غزه فردا تموم بشه، پس فردا نتانیاهو سر کار نیست، یعنی خود مردم اسرائیل میزنن بیرونش میکنن. رضا پهلوی یتیم میشه دوباره، یه دفعه یتیم شد که پدرش مرحوم شد، این دفعه هم یتیم میشه حتما وقتی که نتانیاهو رفته دنبال کارش. مریم خانم هم حتما یه بار دیگه یتیم میشه وقتی که پامپیو میره دنبال کارش. ضمناً ترامپ هیچ ربطی به پامپیو نداره. ترامپ
یادتون باشه ترامپ یه آدم جنگ طلبی نیست. هر کی فکر بکنه که ترامپ سر کار میاد و ایران این حکومت باش این حکومت بر میداره یه حکومت دیگه میذاره و اینا رو میبره، فقط به فقط یه آدم احمق و نادان واقعیه. نه ترامپ رو میشنسن نه هیچ کس، همچی چیزی نیست. اگر قرار باشه جنگی هم بین ایران و امریکا بشه، بهتون قول میدم حتما در چارچوب دموکرات ها اتفاق میفته نه جمهوری خواه. ترامپ اهل تعویض رژیم نیست، ترامپ دوست نزدیک اینا خواهد بود، خواهید دید. برحال هستم خدمت. خواهش میکنم در رابطه با مسئله ترامپ و رفتن شاهزاده به اسرائیل، این چیز تداعی کرده برای طرفداران پادشاهی که اگر اسرائیل حمله بکنه یا با کمک امریکا و کشورهای متحد ایران رو بگیره، بعد میاد دو دستی آرایش میکنه، ترتمیز میکنه، تحویل آقای رضا پهلوی میده. و جالب اینجاست که اکثر افرادی که دنبال جنگ هستن که بخوان جمهوری اسلامی از طریق جنگ از منبرا، افرادی هستن که بیشتر به سامانه پادشاهی اعتقاد دارن یا وابسته هستن. من تعجب میکنم واقعا، باید انسان چقدر ابلخ باشه، چقدر عوض میخوام روکش بگم، چقدر باید احمق باشه که فکر کنن گربهی میره در راه خدا موش میگیره، بعد اون موش میاد میذاره تو تقدیم شما میکنه. من واقعا این تعجب میکنم این چنو. بعد جالب اینجاست آقای امیر احمدی عزیز که اینها فکر اینو نمیکنن. واقعا واقعا من بعضی مواقع میشینم فکر میکنم و به دانش اینها شک میکنم، به عقل این گونه افراد شک میکنم که اینا بر اساس اون میگن قدیمان قدیمی مسئله بود، مسئله قدیم که دشمن دشمن من دوست منه، اینا بر اساس اون میخوان با اسرائیل و دارن حق رو ناحق میکنن. شما تمام این کامنت ها رو آقای امیر احمدی شما در دنیا مجازی هستی در روز ببینید، تمام از اسرائیل دفاع میکنن، تمام دارن حماس رو میزنن. یک دونه جمهوری خواه شما نمیبینید این کارو بکنه. شما یک دونه جمهوری خواه ملی، یک جمهوری خواه غیر ملی، یک دونه چپ، یک دونه لیبرال شما نمیبینید که بخواد به این گونه دوگان. ولی این گونه افراد میان و میگن دشمن دشمن من، ولی باور نمیکنن که اون دشمن 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 شما هم دشمن شما هم هست. قبل از اینکه دشمن اون باشه دشمن شما هست. حالا این نکته آخرتون مهمه، دشمن دشمن شما اینجا دشمن خودش هم هست، نمیفهم. عرض کردم این یه نیروی خائن، وطن فروش و در همین حال نادانه. این نیرو پهلوی چی ها و رجوی چی ها اینا خائن هستن، نادان هم هستن هر دو، و میخوان قدرت رو به هر قیمتی علیه کشور بگیرن. و اما یادآور باید بشیم که خب آقای پهلوی، خانم رجبی، آقای شلابی که اومد امریکا رو بر صدام زد کجاست؟ اصلا کجاست؟ شعور ندارن اینا رو بفهمن، شعور ندارن. چه کارشون کنیم؟ ببین در داستان همین غزه و اسرائیل باور کن اینا اصلا نمیفهمن اونجا چه اتفاقی داره میفته. من دیروز من یه لایو داشتم، دلم میخواد اون لایو رو بله در خدمتتون بودم. ببین واقعا اینا چون حماس، چون جمهوری اسلامی با حماس علیه اسرائیل، اینا اتوماتیک طرفدار اسرائیلن. یعنی قضاوتشون واقعا شرم‌آوره برای یک نیرو. این نیرو پهلویه، این 50-60 سال حکومت کرده، واقعا آدم شرم میکنه. پهلوی تبدیل داره میشه به کثیف‌ترین اسم تو ایران متاسفانه. بعد از رضا شاه و محمد رضا شاه، آقای رضا پهلوی اسم پهلوی رو به لجن کشید. متاسفانه نه فقط اسم پهلوی به لجن کشیده شد، اسم پادشاهی هم به لجن کشیده شد.
آقای امیری، اینا را نباید گفت پادشاهی خواه. خیلی ها ایرونی ها پادشاهی خواهن، آدم های درست حسابی هم هستن، بخشی از تاریخ ماست. اینا پشت پادشاهی خواهی قایم میشن. اینا پادشاهی خواه نیستن، اینا پهلوی چی هن؟ اینا پهلوی خان، اینا یک نیروی خاصی هن، مثل اون مقام امنیتیشون سباکی معروف که الان من تو آورده داره این وروبر میکنه. حالا به اون خواهیم پرداخت، به اون خواهیم پرداخت، اتفاقا به اون خواهیم پرداخت. آقای ثابتی، اینا اونن، اینا پسمونده های ثابتی هن. حالا ببین کارشون به جایی رسیده که اومدن ثابتی رو آوردن که براشون حیثیت بخره. فکرشو بکن، یه لومپن و شارلاتان لات سواکی آدمکش رو آوردن که چیکار کنه که برای پهلوی آبرو بخره. خب دقت کن بگم کجا رسیدن اینا، راهی جز جهنم، راهی به پرتگاهی که جلوشون هست ندارن. اینا هیچن. آینده پهلوی چی با آینده مجاهد یکیه، اینا یکیان. فقط پهلوی چی ها دیرتر به مجاهدین رسیدن، مجاهدین قبل از اون توی اون لجن بودن، حالا اینا توی اون لجنن. شما هر جور که به جمهوری اسلامی نگاه کنی، اصلا نگاه کن جمهوری اسلامی حکومت خائن، کثیف، بد، هر چی که میخوای بگو، میخوای براندازی بکنی بگو، هر کاری میخواد، ولی شما نمیتونی با اون حرفا روی این دوتا گروه رو سفید کنی، اصلا غیر ممکنه. اینا رو سر صورتشون غیر کثافت ریخته شده، غیر لجن وابستگی، خیانت، دروغ و شارلاتانیسم. اینه متاسفانه هیچ راهی برای اینا جز این که برن تو اون دره ندارن. خب یواش یواش دارن میرن. من البته در این رابطه فرمایش شما قناعت من، مجاهدین باز از خودشون مایه میگذارن، خودشون میرفتن جبهه. این پادشاهی خواه میخوان بقیه رو بفرستن جبهه، اینا رو بیان با سلام صلوات ببرن سر کار. مسئله جمهوری اسلامی، من بارها و بارها آقای امیر احمدی عزیز در برنامه گذاشتم، در طی یک سال گذشته عرض کردم، متاسفانه پادشاهی خان یا تموم پهلویزم تحت تأثیر یا بیشتر نفوذی های جمهوری اسلامی درش نفوذ کردن و دقیقا کاری که جمهوری اسلامی میخواست انجام بده الان پهلوی ها دارن انجام میدن. شما نگاه بکنید به عملکرد همسر آقای رضا پهلوی. شما ببینید هفته گذشته ایشون یه دونه توییت میزنه در تمام دنیای مجازی و میگه چطوریه که خانم نرگس محمدی رفته زندان، چاختر شده، سرخ و سفیدتر شده، تازه با خانم آنجلا جونی هم مصاحبه تلفنی داشته. این چرا به این حقوق بشر رو داد، جایزه حقوق بشر دادم؟ ولی یکی نیست به ایشون بگه خانم یاسمین، همسر شما با نوه مؤسس جمهوری اسلامی نشست، با افتخار اومد تمام دنیا رو مجازی رو پر کرد. مادر شوهر شما که علیحضرت شهبانو فرای پهلوی نازنین با خانم با دختر رفسنجانی در تماسه، برای هم دیگه هم که پیام های سال تبریک تولد میفرستید، شما هم که برای ایشون تبریک تولد فرستیدی. پس ما بگیم شما هم وابسته ایدی، خب شما دارید هم کارهای میکنید که جمهوری اسلامی دوست داره. الان هم که به قول شما این آقای پرویز ثابتی رو تلویزیون من و تو که خود میدونی تلویزیون پادشاه خواه بود، مثل که اونا هم دیگه ناامید شدن از ایشون، دکون دستگاه بود تلویزیون هم بستن. و واقعا من در حیرتم، واقعا در حیرتم آیه امیر احمد عزیز، چرا نمیخوان اینها از تاریخ درس بگیرن؟ ما که میخوان یاد بگیریم؟ حیرت نداره، تو وقتی میتونی درس بگیری که عقل داشته باشی، که مطالعه داشته باشی، که تاریخ رو بدونی، که صادق و صمیمی باشی، که وطن پرست باشی. وقتی که نه وطن پرستی، نه صادقی، نه شفافی، نه عقل داری، تو که نمیتونی درس یاد بگیری. درس یاد گرفتن کار آسونی نیست، کار هر کس نیست. خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کوهن، اینا نیستن.
اینا همینن که هستن و بعد همینجور ادامه پیدا میکنن. به نظر من صادقانه میگم ما باید از این به بعد از این جریان بگذاریم. میدونی دیگه مرده رو نباید هیت زد تو سرش. پهلوی و مجاهد مردن، صادقانه مردن. ببین اگر پومپیو میگه پهلوی چی مرده قبول کن. من که دارم نمیگم وقتی که آقای امیر احمدی همون آقای پومپیو هم میگه مجاهدین بعدن باید قبول کنیم. نه مجاهد ببین اون عرض کردم اون وظیفه‌ش این بود که بره 50,000 دلار پول از مجاهدین بگیره، پولش رو گیره. وقتی به مجاهد میرسه پول میگیره، برای اون پول بهش میگن این دوتا حرف رو بزن. اون دوتا حرف هر دو دروغه. یکی این که مجاهد میاد سر کار و دوم این که تو ایران مردم منتظرن که مثلا یک جریان دموکراتیک شکل بگیره و بعدم میاد میگه که اون جریان دیگه معناش اینه که دیکتاتوری پهلوی بر نمیگرده. اینجا رو راست میگه، اینجا رو راست میگه. ببین پومپیو یه مجموعی از دروغ و راست رو سر هم میکنه برای 50,000 دلار پول. واقعی حرف متاسفانه اینه. به هر حال هرچی هست من فکر کنم ارزش وقت گرفتن ندارن این نیروها، نه پهلوی نه مجاهد. ارزش این که وقت آدم بگیره در موردشون صحبت بکنه ندارن. ما باید متوقف کنیم این جریان رو. اولا اصلا دیگه واقعا تمومن اینا اصلا. فقط هرچی هم که بگی جز لجنشون چیز دیگه ای نمیتونی بگی و بهترم که اونم نگیم. به هر حال همینه که هست دیگه. بپردازیم به مسئله ای که خب الان جمهوری اسلامی حتی خاورمیانه تحت تاثیر، دنیا تحت تاثیر است. اونم جنگ بین اعراب یا حماس با دولت صهیونیستی است. متاسفانه باز هم همین ابلهان دنیای مجازی یا پادشاهی خواه یا اصلا ایرانیانی که از تاریخ درس نگرفتن، حتی نمیخوان یاد بگیرن، اخیرا یه چند تا فیلم هایی رو نشون میدن که چند تا لباس سیاه پوش دارن چند تا دختر یا زن میزنن و حالا میکشن رو زمین، با تفنگ میزنن، با شلاق میزنن، دارن میبرن و نوشتن که اینها حماسی ها هستن که دارن زنان یهودی رو میکشن و میبرن. من اتفاقا رفتم تحقیق کردم، یکی از این فیلم ها رو از روی یوتیوب در آوردم. این مال حمله داعشی ها بود به یزیدی ها در سوریه و در عراق، اونجا بود. من اینو در آوردم، من اینو نوشتم. آقای امیر احمدی اینها چنان با اون پرچم و عکس شاهزاده پروفایلش چنان دفاع از این دولت صهیونیستی اسرائیل میکنه، فکر میکنه من به پدر مادرش پوش خواهر مادر دادم. یعنی باور کنید، من میگم آقا این سرزمین مال هر دوی اینا بوده قبل از اینی که موسی اون شعبده بازی عصا رو مار بکنه و دریا رو باز بکن چیکاف بده و نمیدونم رود نیل قرمز بکنه. بالاخره تو این سرزمین 4 تا آدم بوده. بعد از اینی که اینها از مصر اومدن، حالا یا اراده خودشون یا اخراجشون کردن، در این سرزمین با هم دیگه داشتن زندگی میکردن تا اینی که اینها بی زیاده خواستن و اون ساکنین اصلی اونها تحت فشار و کم کم شدن تا اینکه حالا 75 سال اینجا رسیده. ما به تاریخ 4000 سال 3500 سال کاری نداریم. آقا من وقتی اینها رو میگم، ایشون میگن شما نجات پرستی، شما از ضد یهود هستید. بابا من نمیدونم. بعد میگم آقا شما با اون عکس پروفایلتون، با عکس شاهزادتون، من نمیدونم واقعا آقای امیرحمدی چرا اینقدر دفاع میکنن از سرمز اینا. به دلیل این دفاع، این قش رو از این مسئله من نمیفهمم. بعد یک دلیل داره، نتانیاهو ضد ایرانه و اینا هم ضد ایرانن و بنابراین منافع مشترک دارن. رضا پهلوی به دار دستش ضد ایرانه، نه جمهوری اسلامی، ضد ایرانن. و
وگرنه آقای نتانیاهو ضد جمهوری اسلامی نیست، همه میدونیم ضد ایرانه. در این شکی من ندارم. اصلا خودشون دارن خیلی مشخص میگن که یه بخشی از ایران اصلا مال ما یهودی هست. من کاری با اون ندارم. من میخوام متاسفانه یه درک غلطی ایجاد شد بین به اصطلاح این که پهلویچی ها حتی مجاهدین ضد جمهوری اسلامی هن یا ضد ایران هن. به نظر من مجاهدین رو میشه گفت بیشتر ضد جمهوری اسلامی هن تا ضد ایران، ولی پهلویچی ها حتما بیشتر ضد ایران هن تا ضد جمهوری اسلامی. یادتون باشه تو تاریخ ایران ارتباط اتحاد شیخ و شاه تاریخ بلندی داره. آقای امیری، اینی که شما الان شما به همین آقای پرویز ثابتی جنایتکار خوب گوش بده، داره به جمهوری اسلامی میگه اگه نکشی گرفتار همون سرنوشتی میشی که شاه شد. نتیجه حرفش اینه. بیشعوران نمیفهمن داره چه پیامی به جمهوری اسلامی این جنایتکار میده. داره میگه ما اون کسانی رو که نکشتیم بعد همونا ما رو سرنگون کردن و الان پشیمانیم، ما باید اونا رو هم میکشتیم. دقت کن داره چه میگه. آقای ثابتی داره میگه جمهوری اسلامی ما شماها رو که الان تر کارید میتونستیم بکشیم، نکشتیم، شما اومدید ما رو کشتیم. برم یعنی چی؟ یعنی شما اگر اونانی رو که الان ضد شما رو نکشید اونا میان شما رو میکشن. آقای ثابتی داره به اینا میگه برید بکشید. یعنی آقای ثابتی به نظر من اگر اومده بیرون از لونش برای این اومده که به جمهوری اسلامی کمک کنه. ایشون یه وقتی به اصطلاح مقام امنیتی شاه بود، الان مقام امنیتی جمهوری اسلامیه. متاسفانه اون منتوی شارلاتان دغل که سالها وقتش گذاشت که پهلوی رو بزرگ کنه نتونست، حالا اومده از طریق ثابتی میخواد جمهوری اسلامی رو حفظ کنه. اصل اینه. منتو الان دنبال پوله و تنها جایی رو که میتونه پول بگیره جمهوری اسلامیه. الان داره عملاً باس آوردن ثابتی داره به یک شکلی غیر مستقیم مشاور آقایون حکومتی های در ایران شده. متاسفانه این درکا وجود نداره. جوانای ما به قدری تکلشون میدونید همه چیز آشغال ریخته که نمیتونن تشخیص بدن. اونایی که هنوزم پهلوی چیان خوب فکر کن ببین تو کلشون چی هستش، چی تو کلشون کاشته. واقعا جز کثافت، جز دروغ، جز شارلاتانیسم تو کلشون هیچی کاشته نشده. نه تاریخ میدونن، نه شاه رو میشناسن، نه حکومت پهلوی رو میدونن، نه زندگی اون زمان رو دیدن، هیچ اطلاعی ندارن. فقط بهشون گفتن که زمان پهلوی دختران مینی جوب میپوشیدن، تمام شد و رفت. این میشد. آقای امیر احمدی، در طول این 40 سال گذشته شما البته در این زمینه بسیار تحقیق کردید. حتی من یادم هستش که در یه بره از زمان با خانم اوبرایت وزیر امور خارجه سابق امریکا، حتی شما ایشون رو آوردید جلوی دوربین‌های تلویزیونی و از ایشون اقرار گرفتید در رابطه با اون مسئله مصدق. من یه فیلمی رو برای اتاق فرمان فرستادم، اگر محبت بکنن اون صحبت‌های آقای کلینتون رو اگه پخش بکنم ممنون میشم. Iran's a whole different kettle of fish, but it's a sad story that really began in the 1950s when the United States deposed Mr. Mossadegh, who was an elected parliamentary Democrat, and brought the Shah back in. CIA. And then he was overturned by the Ayatollah Khomeini, driving us into the arms of one Saddam Hussein. And most of the terrible things Saddam Hussein did in the 1980s, he did with the full knowing support of the United States government.
because he was in Iran, and Iran was what it was because we got rid of their parliamentary democracy back in the 50s. At least that's my belief. I know it's not popular for an American ever to say anything like this, but I think it's true. And I apologize when President Khatami was elected. I publicly acknowledged that the United States had actively overthrown Mossadegh, and I apologize for it. And I hope that we could have some rapprochement with Iran. شما به این توجه کردید حتما که صحبت هایشون رو خوندید اون زیر من این صحبت ها رو با خود منم چندین بار کرده حضورم اینن همین صحبت رو داد به خانم آلبرایت توی اون کنفرانس ما اینن همین رو خوند حتی مهمترین نکته که اینجا هست میگه ما از ایران پوزش طلبیدیم پوزش طلبیدیم کجا پوزش طلبید؟ در همون کنفرانسی که من خانم ارگنایز کردم خانم آلبرایت رو بردم با خودم هم معرفی کردم و خانم آلبرایت هم تو اون کنفرانس گفت از همون اول که از طرف رئیس جمهور کلینتون اومده داره حرف میزنه یعنی اون عذرخواهی پوزش از طرف بالاترین مقام امریکایی یعنی رئیس جمهورش بود ولی برای همین بیوطنای پهلوی چی سالها تو سرم زدن سالها توهین کردن من جمله اون شارلاتان امیر طاهری که در تلویزیون منتو برگشت گفته بی خود کردی پوزش گرفتی عیدن جمله شه بله بله من اونو یادمه بله. بی خود کردی پوزش طلبیدی گفتم حالا من چی کارش کنم یا آدمی که وطن نداره ببین وقتی که تو وطن نداری بی وطنی رضا پهلوی هستی حسنی حسینی تقی هستی پهلوی چی هستی فرقی نمی کنه آدم بی وطن به وطنش فکر نمی کنه به کشورش فکر نمی کنه به خودش فکر می کنه این مسئله صحبت آقای کارتر یه جا برای من البته سوال آقای امیر احمدی اونجایی که میگه ما از ملت ایران عذرخواهی کردیم و حتی منتظر بودم که آقای خاتمی بیاد که خودم هم شخصا از ایشون پوزش بخوام به خاطر اون کمک امریکا یا سیایی در 1950 و بعد میگه ما این که کاری کردیم شاه به دست خمینی برکنار شد که البته من اونجا رو شک دارم چون اونجا هم باز هم خود سیا و دولت امریکا و ایدیش کمک کردن خمینی به تنهایی نمیتونست این کارو بکنه نه ببینید نه واقعیت اینه که خب خمینی رهبر انقلاب بود و مردم رو جمع کرد تو خیابون آورد اگر خمینی نبود امریکا شاه رو سرنگون نمی کرد اینم بدونید یعنی لازم و ملزوم بودن اول باید یه خمینی بود که مردم رو به خیابون می آورد و این مخالفین حکومت رو سازمان میداد و بعد وقتی رسید به جایی که باید شاه واقعا سرنگون میشد امریکا و اروپا هم به کمکش اومدن و به شاه وابسته تیم سرسپرده اروپا و امریکا گفتن پاشو برو و اونم گفت باش و پهلویچی ها نمیخوان این واقعیت تاریخی رو بفهمن که امریکا و اروپا و شاه محمد رضا پهلوی دستور داد پاشو برو و اونم گفت به چشم نمیخوان قبول کنن که انگلستان در با یک نامه 3-4 صفحه‌ای به رضا شاه گفت پاشو برو اونم گفت به چشم یک لحظه مقاومت نکرد نمیخوان اینا رو این واقعیت ها رو بفهمن و چون نمیخوان واقعیت ها رو بفهمن گرفتار همین سرنوشت شدن که میبینی سرنوشت بیوطنی دروغگویی شالاتان بازی رفتن به طرف نتانیاهو با بدترین و کثیفترین نیروهای دنیا یکی شدن علیه کشورشون چون تو نمیخوای تاریخ رو بفهمی تو نمیخوای واقعیت رو بفهمی راهی جز رفتن به اون منجلاب نخواهی داشت اون منجلاب به دلیل همین واقعیت که این پهلویچی ها نمیخوان
حقایق رو بدونن یا اصلا بشنفن یا بپذیرن. آقا تو رفتی خانم آلبرایت تو امریکا رو آورده از ملت ایران عذرخواهی کردی، تو بیجا کردی. من برای مردم ایران، من برای مردم ایران از امریکای ابرقدرت عذرخواهی گرفتم، بیجا کردم. آخه تو دیگه کی هستی آقای امیر احمدی؟ دلیلش پر واضح است، دلیلش کاملا مشخصه. هم شما آقای امیر طاهری رو میشناسید، هم من بارها با ایشون در لندن در جای متفاوت، در همین آلمان در جلسات متفاوت در خدمتشون بودم. اما باید ایشون بدونن که در سنینی، همون هفته قبل خدمتتون عرض کردم، دایناسورهای سیاسی باید یک زمانی بازنشست بشن. ایشون هم فکر می‌کنم موقع بازنشستگی شونه. آقای امیر آدمش ببین شخصا آدم بعد اینا، آقای امیر عذر می‌خوام، اینها باید اینو بدونن آقا دولت مصدق به دست مردم برکنار نشد. شاه ایشون رو برکنار کرد بر اساس اون که ده قانونی که داشت. مردم در خیابان بودن، ولی اگر کمک CIA و پولهای انگلیس و کمکهای کشورهای غربی نبود که مصدق نمیتونست بره کنار. اینو باید قبول بکنیم. خب این کار آمریکایی‌ها کردن، اونا مصخایی کردن، اینو نمیخوان قبول کنن. میگن نه، اون زمان مردم شاه دوست به خیابان آمدن و مصدق رو فراری دادن و مصدق رو گرفتن، دولت رو گرفتن با توسط آقای زاهدی، ارتش بول زاهدی و برادر و پدر دادن خدمت پادشاه فقید. آخه این برق جور در نمیاد. خب ایشون اومده عذرخواهی کردن ملت ایران. این تا این البته میتونه بازم تکرار خواهد شد، مادامی که ما نفهمیم، سواد اینو نداشته باشیم، بازم این تکرار تاریخ خواهد شد. متاسفانه خب ببین، همین عرض کردم خدمتتون. اولا من همیشه گفتم ما نباید از کودتای شاه علیه مصدق یا مصدق علیه شاه حرف بزنیم، از کودتای امریکا علیه ایران داریم حرف میزنیم. ببین متاسفانه درک غلطی وجود داره اینجا. کودتای نه شاه علیه مصدق نه مصدق علیه ایران نبود، کودتای امریکا و انگلیس علیه مردم ایران بود. این اصل واقعیت. و برای همین کودتای امریکا علیه مردم ایران آقای کلینتون و خانم آلبرایت عذرخواهی کردن. این خیلی نکته مهمیه که تو این دعواها شنیده نمیشه. نکته دوم، آقایون مثل آقای امیر طاهری، آقای تقی‌زاده، اینا نه آدم های بدی نیستن. من با هر دوشون تو لندن ملاقات داشتم. آقای طاهری منو برد یه رستوران نهار داد، خیلی هم متشکرم. اونم تازه بعد از این که به من گفته بود غلط کردی، از بعد از اون منو برد به من شام نهار داد که دلم در بیاره. بعد خانم آقای تقی‌زاده هم تو لندن اومد، اون همه را تو لندن دیدن من، برای من یه دونه کراوات شیک آورد و در منم متشکرم ازش. ولی خب اینا یه آدم های به طور خصوصی شخصی آدم های بدی نیستن، انسان های ایرانی هن دیگه، ایرانی ها مهمون نوازن، آدم های خوبی هن و اینا. اما در چارچوب سیاسی اینا رو هم پهلوی به لجن کشیده. یعنی پهلوی، این نیروی که به نام پهلوی، اون پهلویزم تقی‌زاده ها و امیر طاهری ها رو هم که میتونستن آدم های مفیدی برای کشور ایران باشن رو به لجن کشیدن. یعنی این طاهری و تقی‌زاده نیست که لجنه، این پهلویه که لجنه و این نیروهای دوروبر رو به لجن کشیده. تا جایی که یکی از اینا تو لندن میره انگشت فلان عقب اون آقای حالو میکنه. ببین اینجا، ببین اینا تا اینجا به لجن کشید. اینا یه دل لات و لومپن شدن. حیف، درونشون آدم های خوب زیاده، آدم های تحصیل کردن، جوان هستن، خانم ها و آقایون مدرنی من میبینم تو این جمعیت. اصلا گاهی میمونم که اصلا این جمعیت مدرن و تحصیل کرده و خوشتیپ و خوشگل که تو این جریان های پهلوی دارن بالا پایین میرن، اینا کیان؟ اینا چرا به اینجا رسیدن؟ نمیدونم از خانواده های همون پسمانده هان یا اینکه
من اعتقاد دارم اینا رو واقعا فاسد کردن. این جریان پهلوی، آقای رضا پهلوی، یک نیروی عظیمی از ایرانی ها رو به فساد و بیوطنی کشوند، همون جور که مجاهدین این کار رو کردن. ببینید، من واقعا صادقانه هیچ دشمنی با رضا پهلوی ندارم، ولی رضا پهلوی رو باید به عنوان یه آدمی که یه بخش عظیمی از ایرانی ها رو به لگن کشیده که نمیذاره کشور عوض بشه، که در جهت ثبات جمهوری اسلامی عمل کرده، باید با ایشون اینجوری برخورد کرد. متاسفانه دارن این برخورد رو نمی کنن. این هیچ ربطی به پادشاهی خواهی نداره عزیزان من. پادشاهی خواهی 2500 سال سابقه داره، پهلوی 54-5 سال، و اون 55-45 سالی هم که هیچ ارزشی تو تاریخ ایران نداره. نه، ارزش 16 سال نادرشاه و اندازه 100 برابر ارزش کل دوره پهلوی. واقعیت شما آخه ببین، دستاوردهایی که میگن رو پهلوی نداشت که، قوام بود، تقی‌زاده بود، داور بود، تیمورتاش بود، تقی‌زاده بود، افشارتوس بود، و همه اون بزرگ، امینی بود، مصدق بود، تمام اون بزرگانی رو که بعدن خود رضا شاه یا رضا شاه از بین برد. همش میان اصلا کل اون جریان فراموش میشه. دو تا آدم در این 50-60 سال بودن تو پهلوی، رضا شاه بود و محمد رضا شاه، و بعدش هم رضا پهلوی اومد که میخواد همونو ادامه بده. که چی را ادامه بده؟ که بره توی قعب و خونه تلویب بشینه با نتانیاهوی جنایتکار بش بودی که بیاد تحریکش کنه به ایران حمله کنه. این اواخر هم دیگه آقای پهلوی خیلی روشن این حرف رو زده. و قبلا پهلوی چی ها میگفتن نه، رضا پهلوی طرفدار تحریم نیست، رضا پهلوی طرفدار جنگ نیست. خوشبختانه در این چند ماه گذشته ایشون هر چی گفته همینا بوده. البته دلیلش گفته تهدید، هر کی بوده تهدید و جنگ علیه ایران بوده. اونم آقای امیرحمید، دلیلش هم کاملا مشخصه. شما ببینید، اولا که دوست عزیز جناب آقای محمد، به هیچ عنوان نه آقای امیرحمدی و نه من از آقای مصدق دفاع کردیم، تعریف کردیم، یا از پادشاه فقید بد گفتیم، یا حالا ما کلا داریم تاریخ رو داریم صحبت میکنیم. به هیچ عنوان نه آقای امیر احمدی نه چیزی نسبت به مصدق دارن نه من. اما مسئله دوم اینی که خدمت رو عرض کردم جناب امیر احمدی عزیز، شما اگر دقت بفرمایید در این 25 سال گذشته جای افرادی مثل آقای رامین پرهام، مثل آقای دکتر رضا حاضلی، مثل خدا زنده‌یاد خسرو اکمل، استاد عزیز جناب آقای قریشی، اون زمانی که من در مشهد در دانشگاه بوده میشه استاد دانشگاه اون موقع بود، آقای قریشی نازنین، خب الان کیا آمدن مشاور آقای رضا پهلوی شدن؟ کسانی که تا همین 7 سال 8 سال قبل منشی و معاون آقای حیدر مصلحی بودن. شما یه نگاهی بکنید به اون افرادی که الان سر میز میشینن با هم دیگه تصمیم میگیرن، یه نگاهی بکنید. خب به جای آقا رامین پرهام شما اصلا نگاه بکنید، اسم ایشون خودش یه ترگی دانشه، یک دنیا دانش دنبال ایشونه. شما بعد میاد مثلا با آقای عباس، این آقای اعتمادی میخواید مقایسه بکنی، با آقای فشنی، نه همه تحکیم وحدت دانشگاه بودن. آقای امیر احمدی شما میدونید اینا چیکار میکردن اون زمان در ایران؟ بله آقای امیری، آدمای کوچیک دور خودشون جمع میکنن، با آدمای بزرگ نمیتونن ادامه بدن. نه رضا شاه تونست، نه محمد رضا شاه تونست، نه رضا پهلوی. آدمای بزرگ با افراد بزرگ کار میکنن، آدمای کوچیک با آدمای کوچیک. یه واقعیت تاریخه. مش میدید؟ هدف ببین، خدای نکرده نترم من نه دمان رضا شاه بودم که اصلا ازش تجربه ای داشته باشم. محمد رضا شاه من دورش بودم، دانشجوش بودم، با خون و پوست و جونم
لمس کردم حکومتش رو، میدونم گوش میده چه داستان چی بود. حالا کاری با اونم ندارم، من اصلا بحثم اونا نیست. پهلوی یه سلسله است، دو تا آدم هم داشت، رضا شاه، محمد رضا شاه، تموم شد. مثل قاجار، مثل بقیه، اونم رفتن. من دارم الان یه چیزی که میگم، میگم یه پدیده اومده به نام پهلویزم، در رأسش رضا پهلویه. این پدیده لجنه. من میخوام بگم این پدیده لجنه. من کاری هم شخصا با رضا پهلوی ندارم، آدار شخصی هم ممکنه آدم خوبی باشه. ببینی مریم رجوی، مسعود رجوی شخصا آدم های بدی نبودن، یا مصدق، یا فرض کنیم صدام حسین، یا محمد رضا شاه، رضا شاه. ببین اون چه که اینها رو به لجن میکشه یا نمیکشه، درست میکنه، اون ایده و اون فرهنگیه که دور اینا جمع میشه، اون فرهنگ سیاسیه. آقای پهلوی، رضا پهلوی، یک فرهنگی رو سرهم کرده به اتفاق افرادی که دور برش هستن، که این فرهنگ سیاسی مبتذله. این فرهنگ سیاسی باید طرد بشه در اصلا سیاست و ایران و تاریخ ایران. این یه لجنه، یه بو داره. ببین خود آقای رضا پهلوی رو و زنش و بچه هاش من کار ندارم، خدا همشون رو حفظ کنه، خدا همشون رو شفا بده، من کاری با اینا ندارم. آقا بعد خیلی من میگم یه پدیده‌ای رضا پهلوی دور برش جمع کرده، مثل رجوی یا مریم رجوی، اینا یه فرهنگن، اینا یه فرهنگ سیاسی هن. ما باید این فرهنگ سیاسی رو ترد کنیم. ما با اینا نمیتونیم ادامه بدیم و متاسفانه اول این فرهنگ رو خب مجاهدین آوردن تو بعد از انقلاب، بعد پهلویچی ها اومدن اینو گرفتن. این فرهنگ باید بره. ببین دوباره تکرار کنم، بس نه مصدق، نه محمد رضا شاه، نه کودتاست، نه رضا شاه، نه مریم رجوی، نه مسعود، نه رضا پهلوی، نه یاسمین پهلوی، هیچ کدوم از اینا نیست. مسئله فرد و شخصیت نیست. همشون میشینید، من گفتم طرف اومده به من میگه تو بی خود کردی، به من نهار میده، اون یکی به من توهین میکنه، به من کراوات میده. خب ولی این نیست، اینا نیست. یه فرهنگ درست شده که در چارچوب اون فرهنگ اینا عمل میکنن. فرهنگ سیاسی پهلویزم. این پهلویزم تبدیل به یه فرهنگ سیاسی شده، اون رجویزم هم تبدیل به یک فرهنگ سیاسی شده. در ببینید خمینیزم هم یه فرهنگ سیاسیه، اونم باید طرد بشه. خمینیزم هم یک فرهنگ سیاسیه که جایی نباید در فرهنگی رو که ما دنبالش هستیم بسازیم داشته باشه. خمینیزم، رجویزم، پهلویزم، اینا فرهنگای در چارچوب سیاست ایران که صدمه زدن، که اینا تمام روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی ما رو به هم ریختن، بد و خوب رو به هم ریختن، زشت و زیبا رو به هم ریختن، ارزش و ضد ارزش رو به هم ریختن. این فرهنگ ارزش رو ضد ارزش میکنه، زیبایی رو زشت میکنه، زشت و زیبا میکنه. این فرهنگ، فرهنگ شارلاتانیزمه. اینو باید رد کرد. من الان میخوام توجه بدن با دوستان شنوندمون که اینجا نیومدیم آدم ها رو بکوبیم، ما اومدیم یه فرهنگ رو در موردش صحبت بکنیم، یه فرهنگی که با خمینی اومد به نام خمینیسم، یه فرهنگ با آقای پهلوی هست، مخصوصا این رضا پهلوی نواخر با این افرادی که دور و برش هستن، و بعد فرهنگ رجویز با اون بقیه داستاناش. ما باید اینا رو رد کنیم. متاسفانه همه این سه تا فرهنگ با هم همیشه جمع میشن، مشروطه خواهی و جمهوری خواهی و چپ و اینا رو میکوبن.
چپ و می، در حالی که من خیلی افتخار میکنم، واقعا افتخار میکنم که چپ ایران نه تو خمینیزمه، نه تو پهلویزمه و نه در رجویزمه. چپ ایران، نیروهای دموکرات ایران مثل امیر احمدی سوسیال دموکرات، افتخار میکنم که نه در خمینیزمم، نه در پهلویزمم، نه در رجویزم. ما دنبال یک فرهنگ سیاسی مدرن مترقی هستیم و باید اون فرهنگ رو بسازیم. دعوای ما با افراد نیست، با ایده هاست، با این ایده هایی که جمع میشن در مجموع یه فرهنگ سیاسی میسازن اطراف خودشون. اینا کلتن، اینا فرقن، اینا نیروهای فرقه‌ای هستن. فرقه رجبی، فرقه خامنه‌ای، خمینی، فرقه پهلوی. اینا باید این فرقه بازیه که کشور را به کثافت کشیده. بله آقای امیر احمدی عزیز، دوستی اولا خیلی سپاسگزارم از عزیزانی که ما رو دارن دنبال میکنن، محبت دارید از آناهیتا، از جناب شمس نازنین، آقای محمد. دوستی اینجا برای من بانو گلی اگه اشتباه نکنم نوشتن که آقای امیر احمدی بارها در مصاحبه ها گفتند طبقه متوسط ایران گندیده و فاسد شده، اما چند شب قبل در برنامه در کلاب هاوس گفتند باید جشن ها به طبقه متوسط تکیه کند. لطفا ایشان تکلیف رو مشخص کنند. ببینید این دوتا با هم مغایرت ندارن. ببین طبقه متوسط یعنی همین پهلویچی ها عمدتا، همین خمینیزم ها و همین رجویزم ها. این یعنی اصلا این جریان طبقه متوسط بود که 57 کشور رو گرفت و انقلاب درست کرد. این طبقه متاسفانه غیر قابل اجتنابه در روابط سیاسی و در مبارزات سیاسی. تا وقتی که طبقات پایین جامعه به یک استقلال سازمانی و فکری نرسن، این طبقه کماکان هست. و اما درون طبقه متوسط همه یک شکل نیستن. طبقه متوسط مثلا اصلاح طلب ها هم جز طبقات متوسطن، جمهوری خواه ها و کپا هم طبقه متوسطن. اصولا طبقه متوسط تو ایران خیلی وسیع شده و تقریبا یک وقتی 40% مردم ایران این طبقه بودن. از این یه 20%، یه 15% فاسد شده، یک مقدار از طریق اصلاح طلب ها، از یک طبقه از طریق خمینیستی ها، از یک مقدار با پهلویچی ها و رجویچی. اما یه نیروی هم مونده و اون نیرو نیرویی که باید با طبقات پایین و با حتی بخشی از طبقات بالا جمع شه، کشور رو بسازه. اون تغییر رو که ما دنبالش تو ایران هستیم نمیشه بدون حضور طبقه متوسط انجام داد. متاسفانه خوشبختانه فرق نمی کنه، اون یه واقعیته. اما به نظر من آینده اینه که باید طبقات پایین تر جامعه، یعنی طبقات متوسط پایین و طبقه کارگر، میتونن با هم جمع شن یک جنبش عظیم اجتماعی سیاسی تو ایران درست کنن. ببین طبقه متوسط 3 لایه داره حداقل. یه لایه طبقه متوسط خیلی بالاست، نزدیک به طبقات بالاست. اینا معمولا به بالا نگاه میکنن، به اینا عملا روشنفکرا و سیاسیون اون طبقه بالان، عمدتا نوکر اونان. یه طبقه وسطه که مربوط بالا خودشه، دنبال منافع خودشه. یه طبقه متوسطم اون پایینه، نزدیک به طبقات کارگریه. این طبقه طبقه‌ایه که هنوزم سالمه، که باید با نیروهای کارگری کشور کار بکنه. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. این سوال این دوست عزیز رو عمدن خوندم، چون قبلش یه آقای نوشته بود که ببخشید ما فکر می‌کنیم ما آخریم، این برنامه ضبط شده است قدیمیه. نه قربان، والا به خدا این برنامه لایفه و منم در خدمت آقای امیر احمدی هستم. خبری هم که الان اتفاقا روی این آیپد من اومد، تیم پرسپولیس 2-1 باخت.
اینم گفتم که بدونید برنامه لایفه. تیم پرسپولیس در جام ملت‌های آسیا 2-1 باختش به تیم قطری. اینم بازم گفتم که بدونید برنامه لایفه. در آخرین سوال من آیه امیر احمدی که البته خب حالا می‌خواستم در رابطه با ایلان ماسک صحبت بکنم که می‌دونید که دولت اسرائیل اینقدر قدرت داره که پولدارترین مرد امریکا رو میکشونه به اسرائیل جهت عذرخواهی. ببینید کار به کجا رسیده دیگه، شاهزاده ما که جای خودشو داره. ایلان ماسک بلند شد رفت اونجا واسه عذرخواهی به خاطر یه توییت کوچولی که داده بود. شما ببینید قدرت رو عزیزان من. مسئله بعدی که میخواستم از شما سوال بکنم در رابطه با میدونید که آمریکا 6 میلیارد پول ایران توسط کره جنوبی آزاد کرد و این پول ظاهرا رفته به قطر، همچنان در قطر احتمالاً تا جایی که ما اطلاع داریم یا در دنیا نوشته، دنیای مجازی نوشته شده، همچنان در بانک‌های قطر هست، هنوز برداشت نشده. اما داریم می‌بینیم که نصف این پول توسط چند نفر به اسم وارد کردن چای اختلاس شده. 3.5 میلیارد دلار اختلاس شده دوستان عزیز. 6 میلیارد داده شده، 3.5 میلیارد هنوز پول فکر نمی کنم اومده باشه. 3.5 میلیارد در... مگه میشه یک همچین مبلغی اون افراد پایین دون افراد کوچولو اینو ببرن بدون اطلاع از اون بالایی ها؟ جناب امیر احمدی عزیز، متاسفانه همون خامنیزمی که عرض کردم، یعنی همین، یعنی خامنیزم یک فرهنگی درست کرد که در تهش نه فقط مذهب که اختلاس معذرت بخوام ببخشید من عرض کنم که خامنیزم یعنی همین، یه فرهنگی درست شد که در چارچوبش همین اتفاقا میفته. بعد میگه اسرائیل باید نابود بشه، بعد فرار میکنه، میگه جنگ تا رفع فتنه، بعد زهر میخوره، بعد به امریکا میگه باید اون جنایتکارو باید از بین ببریم، بعد میره باش معامله میکنه، پولش هم اینجوری میکنه. ببین این بخشی از همون فسادیه که با خمینیزم اومد. واقعیت جامعه اسلامی ایران اینه. بعد در کنار همون کثافت یک کثافت دیگری به نام پهلویزم و رجویزم شکل گرفته. خب شما تو وقتی توی جریان باطلاقی قرار میگیری، همه اون دوربر باطلاق هم باطلاق میشه. دوربر باطلاق گلکاری نیست، باطلاقه، و اگر گلی هم هست توی باطلاقه. بله، مثل باطلاق بندر انزلی گلهای قشنگی هم داره، توی باطلاقه. میخوام بگم که متاسفانه این هست. جمهوری اسلامی نشون داده که یه وضعیت بسیار اسفناکی رو هم برای خودش هم برای ایران ایجاد کرده و آیندهش هم همینه، چیزی دیگه هم غیر از این نیست. یه حکومتیه که میخواد به هر قیمتی زنده بمونه، اون قیمت هم همین دزبازار هاست. همین دقیقا. چون مدت برنامه تقریبا تموم شده، ولی من از دوستان خواهش میکنم چند دقیقه اضافه کنن. من این سوال الان یه دفعه دیدم فراموش کردم از شما سوال کنم. میدونید که اسرائیل حملات خودش مجددا از سر گرفته، از شمال الان به جنوب هم، حتی امروز فرمانده جنگ یا رئیس نیروهای نظامی اسرائیل برگشته گفته به همون قدرت و تجددی که ما شمال رو زدیم جنوب رو هم خواهیم زد. آیا این جنگ با این موشک پراکنی های حزب الله با اون مسئله که شما سه هفته قبل گفتید که این رو به اونجا خواهند کشید، آیا واقعا ما داریم به این جنگ جهانی سوم عملا داریم وارد میشیم؟ یا ایران با اگر اینجوری بشه و حزب الله وارد میشه، علنا و عملا جمهوری اسلامی هم وارد شده، فکر می‌کنید ما ایران وارد این جنگ خواهد شد؟ نه، ایران وارد جنگ نخواهد شد، ولی ایران وارد جنگ میکنن. این دو تا متفاوته. ببین جمهوری اسلامی وارد جنگ نمیشه، هر کاری هم بکنن نمیکنه، میدونی. ولی به جمهوری اسلامی جنگ تحمیل میکنن، همون کاری که عراق صدام حسین کرد، همون کاری که اشتاد کرد. بله دقیقاً. ببینید این همون داستانه، هیچ فرق نمیکنه. به نظر من اسرائیل هدفش حماس نیست. ببین حماس اونقدر مهم نیست که اسرائیل بخواد این همه هزینه جهانی
نظر پرستیژ و اعتبار بده، این همه هزینه جانی و مالی بده که چه کار کنه؟ که یه چند هزار نفر رو از بین ببره، برای اینکه مثلا چند هزار خورده نفر رو نمیدونم اسرائیلی کشتن، خودش نزدیک 16 هزار نفر تا الان کشته. هدف اسرائیل در غزه حماس نیست، هدف اسرائیل در غزه اینه که این جریان رو تا یه جایی ببره که حزب الله رو و نیروهای دیگر رو تحریک به ورود کنه. چون به نظر من حماس بر کم یا زیاد نابود میشه، یا حداقل یک چهارم اون چیزی میشه که هست. بعد اسرائیل میخواد بره غزه رو بزنه، مثلا میخوام بره لبنان رو بزنه، حزب الله رو. ولی هدف باز حزب الله نیست، اینا پشت صحنه ان، اینا میخوان اینا رو پاک کنن بعد به طرف ایران برن. و اما ایران رفتنشون از این طریق نیست، به نظر من اینا به طرف ایران با بمب میرن. اینا باید در یک جنگ معمولی با ایران وارد نمیشن، نه امریکا، نه اسرائیل، نه هیچ کسی دیگه. نظر من اینه که اسرائیلیا یه فرصتی گیر آوردن که این جریان رو اونقدر ادامه بدن تا ایران رو درگیری جنگ بکنن. یعنی اسرائیلیا به هیچ وجه دیگه این جریان رو پایان نمیدن تا ایران وارد دعوا بشه، یا در واقع وارد دعوا بشه که نه خود ایران وارد دعوا بشه، که ایران رو یک جریانی بهش تحمیل بشه. و به نظر من این داره برنامه ریزی میشه، همکنون شده و حداقل 50% این جاده صافه، 50% دیگه مونده. جمهوری اسلامی آیندهش همونجاست. به نظر من جمهوری اسلامی باید دعوا شروع کرد، باید دعوا هم تموم میشه. نظر من اینه. بنده اعتقاد دارم این چی که دوباره تکرار کنم، این چی که اسرائیل در غزه داره میکنه با هدف غزه و حماس نیست، در تحلیل نهایی با هدف درگیر کردن ایران در یک جنگ اتمیه. و اون خیلی اگر خیلی سپاسگزارم. خب دیگه یه بحث دیگری. جناب امیر احمدی، بازم سپاسگزارم از طرف خودم و دوستان در تلویزیون مهر ایران، از اتاق فرمان سپاسگزاری میکنم، از تمامی دوستان و همچنین عزیزانی که ما رو تا این لحظه دنبال کردن خیلی سپاسگزارم. نظراتی که دوستان مهمانان برنامه میدن نظرات خودشون هست، هرچند که خب در بعضی موارد وقتی میبینید من تایید میکنم، مطمئن باشید که نظری که ایشون میدن مورد یا اون نظر من هم هست. دوستان ناراحت نشن، اون پایین آقای امیری با آقای امیر احمدی اینو بگو، آقای امیری با آقای امیر احمدی اینو بگو. دوستان عزیز، کسانی که جلوی دوربین تلویزیون مهر ایران میشینن، چه جناب آقای دکتر حاضری، چه آقای دکتر جردی، چه جناب پروفسور امیر احمدی، افرادی صاحب نظری هستن که نظراتشون مورد تایید خیلی از هموطنان ایران دوست و ایران یار هستن. اگر ایشون میگن مطمئن باشید که بر اساس داده های تاریخی علمی این مسئله رو صحبت میکنن، همینجوری پیشگویی نمیکنن، پیش بینیست و پیش بینی با پیشگویی خیلی فرق میکنه. خیلی سپاسگزارم جناب امیر احمدی عزیز، تا هفته آینده امیدوارم که بتونیم مجدد در خدمت باشیم. هفته آینده آخرین برنامه ما در سال 2023 خواهد بود، شاید اصلا هفته آینده به علت مسافرت دوستان در اتاق فرمان اصلا نباشیم، ولی من سعی میکنم با جناب دکتر امیرآبادی هر طور شده خودم این مهم رو به عهده بگیرم و در خدمت شما دوستان باشیم. اگه فرمایشی ندارید جناب امیرآبادی، برنامه رو به پایان برسونیم و سپاسگزار از شما دوستان. آن که بی شعله کشد شعله به جانم، وطن است که شبد خواب که درش جسم و روانم، وطن است. بدونید که اون کارهایی که ما داریم میکنیم برای وطنه، نه برای بی وطنان، برای وطنه. عاشقتم وطن، ما فقط برای اون وطن داریم کار میکنیم از جون دل. سپاسگزارم مجددا، تا درودی دیگر بدون.